همیشه باور داشتم و دارم که گارد ملی برای کمک به مقام‌های محلی در اجرای قانون در چنین شرایطی مناسب‌ترین گزینه است. اعتراض در خیابان، اختلاف در دولت. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم گزینه‌های ترامپ کدامند؟ از مقابل کاخ سفید تا مرکز نیویورک خبرنگاران ما آخرین ها را به ما خواهند گفت. همچنین در برنامه امشب عذرخواهی هم نمی‌کنن، در این حال زبانشون هم درازه، میگن حقوق بشر. اون مرد سیاهی که اونجا کشته شد ظاهرا بشر نبود. رهبری که از کشته شدن صدها معترض در نارامی‌های داخلی عذرخواهی نمی‌کند، چگونه به خاطر مرگ یک نفر در آمریکا طلب عذرخواهی می‌کند؟ این سوال را از دو تحلیلگر خواهیم پرسید، یکی در ایران، دیگری در آمریکا. اثر تحریم‌ها بر ایران، دولت می‌گوید درآمد نفتی به کمترین حد در 25 سال اخیر رسیده. و چرا این روزها کرش فیلم 15 سال پیش باز بر سر زبان ها افتاده؟ این را از هنرپیشه‌اش می‌پرسیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. آمریکا همچنان ناآرام است و تا به حال بیش از 9000 نفر بازداشت شدند. اختلاف درباره چگونگی برخورد با اعتراض‌های نژادی در سطوح بالای حکومت کماکان ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا در موضعی متفاوت از موضع دونالد ترامپ گفته لزومی برای اعزام ارتش به خیابان‌ها نمی‌بیند. فرماندار ایالت‌ها هم زیر بار استفاده از ارتش نرفتند. اعتراضات سراسری پس از آن شروع شد که جورج فلوید، یک سیاه‌پوست 46 ساله بدون دفاع و با دستبند، پس از آنکه یک مأمور پلیس با زانو برای مدت بیش از 8 دقیقه روی گردنش فشار آورد، جلوی دوربین عابران پیاده جان داد. جورج فلوید در حالی درگذشت که چندین بار به ماموران پلیس گفت که نمیتوانم نفس بکشم. رئیس جمهوری آمریکا خواهان اعزام ارتش به خیابان‌ها برای مقابله با اعتراضات شد، اما مخالفت اعضای کابینه و دیگر سیاستمداران با او چه تأثیری بر وجهه رئیس جمهوری آمریکا می‌گذارد؟ خشایار جنیدی خبرنگار ما از مقابل کاخ سفید و بهمن کلباسی از نیویورک به ما پیوستند. خشایار، با تو شروع کنیم. امروز به نظر میاد که مخالفت ها با مواضع آقای ترامپ از داخل کابینه خودش دیگه شنیده میشه. امروز هم به هر حال روز نهم اعتراض هاست. من الان در برابر کاخ سفید هستم، تقریبا با یک فاصله 150 متری به اون سمت خیابون رو بسته پلیس و یک جمعیت حدود 100-150 نفر هم اینجا جمع هستن. معمولا طبق روزهای گذشته روال بر این بوده که جمعیتی که اینجا میان به تدریج هرچی به سمت شب نزدیکتر میشیم تعدادشون بیشتر میشه. یک جمعیت همین اندازه هم در برابر کنگره جمع شده بودند امروز. نکته دیگر این که شهردار واشنگتن اعلام کرد که قوانین منع عبور و مرور در این شهر از ساعت 11 شب اجرا خواهد شد. دیروز و پریروز از ساعت 7 بعد از ظهر اجرا می شد و به نظر می رسد توقعشون این هست که شدت اعتراض ها کم بشه. اما در رابطه با سوال شما، امروز آقای ترامپ به نظر می رسید که در موضع دفاعی قرار گرفته، با توجه به اینکه پس از سخنانش در کاخ سفید در بعد از ظهر روز دوشنبه انتقادهایی از او مطرح شده بود، مخصوصا بعد از اینکه صحبت از این کرد که رئیس جمهور نظم و قانون هست و اینکه صحبت از این کرد که اگر فرمانداران و شهرداران نتونن در مناطق خودشون آرامش رو برقرار کنن، اون وقت طبق یک قانونی که در سال 1807 یعنی در زمان حکومت فتحعلی‌شاه تصویب شده، بر اساس اون قانون ارتش رو به این ایالت‌ها و به این شهرها خواهد فرستاد برای برقراری آرامش، این رو زمانی مطرح می‌کرد که صحبت از تخریب و خرابی و غارت هم بود، علاوه بر تظاهرات و خشونت‌ها زیاد بود. اون صحبت‌های آقای ترامپ انتقادهایی رو به همراه داشت، به خصوص بعد از اینکه همینجا حدود 20 متر پایین‌تر از من کلیسای سنجان هست، جایی که بخشی از زیرزمینش آتش گرفته بود و آقای ترامپ برای اینکه به اینجا بیاد پلیس از اسپری فلفل و قوه قهریه استفاده کرد برای اینکه تظاهرکنندگان رو متفرق کنه و راه رو باز کنه.
آقای ترامپ امروز از این مواضع خودش دفاع کرد، به چند نکته اشاره کرد در مصاحبه که با رادیوی فاکس نیوز داشت. نکته اول این بود، برخلاف که گزارش‌هایی که منتشر شده بود که او جمعه شب به خاطر تظاهرات در برابر کاخ سفید او و خانواده‌اش رو به پناهگاه کاخ سفید منتقل کرده بودن، این صحبت‌ها رو رد کرد، گفتش که برای لحظاتی کوتاه جمعه صبح خودش به اون پناهگاه رفته به اصطلاح برای اینکه بازدیدی انجام بده نه به خاطر پناه گرفتن، و گفت که خیلی هم کوتاه بوده. البته گفته شده که خانواده‌اش هم همراهش بودن ولی توضیح نداد خودش. نکته دیگر این که گفت که در جریان نیست که استفاده شده از اعمال زور، از اعمال قدرت برای پراکنده کردن تظاهر کنندگانی که در برابر پارک لافایت در مقابل کاخ سفید و در مقابل کلیسای سنجان بودن. گفت در جریان نبوده، به او فقط گفتن که میتونیم بریم اونجا و من باهاشون رفتم. بنابراین گفت که در جریان این قضیه نبود. این موضوع استفاده از گاز اشکاور و حمله پلیس به تظاهر کنندگان بسیار مورد توجه بوده در یکی دو روز گذشته اینجا در رسانه ها، و انتقادهای زیادی رو به همراه داشته، از جمله اینکه سراسخف کلیسای اپیسکوپال که این کلیسای سنجان بخشی از اون هست انتقاد خیلی شدیدی کرد از آقای ترامپ بعد از اینکه اینجا حاضر شده بود. آقای ترامپ اشاره کردن که صحبت از این که در جریان نبوده که از قوه قهریه استفاده شده برای متفرق کردن تظاهر کنندگان، اما وزیر دفاع او هم امروز در پنتاگون در یک مصاحبه خبری صحبت کرد، صحبتی که به نظر می رسید یک مقداری شاید تفاوت داشته باشه با مواضع کاخ سفید. آقای اسپر در صحبت‌های خودش صحبت از این کرد که موافق نیست که ارتش در سطح خیابان‌ها حاضر بشه و حضور ارتش در شهرها رو به عنوان آخرین گزینه گفت که باید به کار برده بشه. من یه نکته رو اشاره می‌کنم، اون که در روزهای گذشته مکرر شنیدیم که گارد ملی در شهرها هست، همینجا در واشنگتن گارد ملی حاضر هست، در شهرهای دیگر در مینیسوتا، در شهر مینیاپولیس فرماندار مینیسوتا خواستار این شد که گارد ملی در سطح شهر حاضر بشه و به در برقراری آرامش به پلیس کمک کنه. گارد ملی یک مجموعه جدایی است از ارتش آمریکا، حالت محلی داره و در خیلی از موارد حتی در زمانی که کووید 19 شیوعش آغاز شده بود به کمک نیروهای بهداشتی اومد در کارهای نظافتی و بهداشتی و توزیع خدمات پزشکی. بنابراین این دو با هم متفاوته، اما آقای اسپر تاکید کرد که موافق این نیست که ارتش در خیابان‌ها حاضر بشه و در نقش پلیس بخواد ایفای نقش کنه. بخشی از صحبت‌های او رو الان با هم می‌شنویم. همیشه باور داشتم و دارم که گارد ملی برای کمک به مقام‌های محلی در اجرای قانون در چنین شرایطی مناسب‌ترین گزینه است. این رو نه فقط به عنوان وزیر دفاع، بلکه به عنوان سرباز سابق و همچنین عضو سابق گارد ملی میگم. استفاده از نیروهای ارتش فقط به عنوان آخرین راه حل باید در نظر گرفته شود. این گزینه فقط باید در موارد کاملا ضروری استفاده شود. ما الان در چنین شرایطی قرار نداریم. به همین علت من از اعمال قانون توسل به ارتش برای سرکوب شورش حمایت نمی کنم. I do not support invoking the Insurrection Act. اما بهمن کلباسی خبرنگار ما در نیویورک. نیویورک به نظر میاد که بارونی هست. بهمن، دیشب وضعیت چطور بود؟ آیا کماکان اعتراضات همراه با خشونت بود و الان به گوزا چطور؟ همین که در هوای بارانی رنا، من میبینم که پشت سرم یه تعدادی دارن جمع میشن برای یکی از چند تجمعی که قرار امروز در سراسر نیویورک برگزار بشه. نشون از این اراده بسیاری از کسانی داره که در روزهای گذشته در تظاهرات شرکت کردن که این ادامه پیدا کنه، حداقل تا زمانی که اون خواسته به محاکمه کشیده شدن هر چهار پلیس عملی بشه، بهش بقی گذاشته بشه از سوی مقامات، و اینکه ببینن هم در سطح ایالتی و هم در سطح فدرال و البته کنگره آمریکا شاهد یه تغییراتی یا حداقل گام‌هایی برای یه تغییرات بنیادین باشن. ولی همونجوری که میگی، دیشب یکی از بزرگترین تظاهراتی که تا به حال در این 8 روز 9 روز برگزار شده در نیویورک برگزار شد. تخمین زده شد بین 10 تا 15 هزار نفر شرکت کردند و تصاویری که هست از خیابان‌های نیویورک از جنوب تا شمال پر از جمعیت بود. من بین جمعیت که حرکت می‌کردم هم تنوع قومی و نژادی درش زیاد بود، همین که می‌دیدیم که گویا اکثریت جوان هستند ولی همراهی میشن با میانسالان،
اونهایی که سنشون بالاتره و نمیتونن در تظاهرات شرکت کنن از بالکن آپارتماناشون تشویق میکردن، از داخل اتومبیلشون بوق میزدن و تشویق میکردن. یه حالتی داشت که به نظر میاد بخش بزرگی از شهر همراه هستن با و همدردی میکنن با این مجموعه‌ای که دارن تظاهرات رو میکنن و اعتراض. یک نظرسنجی امروز منتشر شد که رویترز انجام داده بود و نشون داده بود که بالای 60% آمریکا 60% افکار عمومی آمریکا هم همدرد هستن با کسانی که دارن تظاهرات میکنن. در نتیجه در مجموع به نظر میاد در مقایسه با روزهای اول هم رشد کرده تعداد کسانی که دارن در این تظاهرات شرکت میکنن، همین که ادامه داره برخلاف اون چیزی که ممکنه فکر میکردن که در عرض یه هفته پایان پیدا بکنه، و البته در مقایسه با 48 ساعت قبل که شاهد اون خشونت و تخریب و غارت گسترده بودیم در نیویورک، این اتفاق دیشب نیفتاد، خیلی محدود بود و در مجموع جمعیت در اینی که به ساعت منع رفت و آمد بسیاری وقی نذاشتن و همچنان بیرون در خیابان ها موندن، ولی این موارد تخریب و غارت مغازه ها اتفاق نیفتاد در مقایسه با شب قبل که خیلی گسترده بود و چند تا مغازه اصلی شهر حتی فروشگاه بزرگ شهر هم هدف قرار گرفت. به نظر میاد یه مقداری تظاهرکنندگان حساس‌تر شدن، به خصوص اونایی که برگزار کننده هستن، به اینکه اجازه ندن که اسم به اسمشون و به اسم این اعتراض‌ها اون غارت‌ها رخ بده، چون میدونن که به هر حال این دعوای افکار عمومی است. هم آقای ترامپ میخواهد بگوید که آنچه که داره انجام میده برای پایان دادن به این تظاهرات مورد حمایت اکثریت در افکار عمومی هست، چون غارت و تخریب رو افکار عمومی نمیپذیره. هم تظاهرکنندگان میخوان بگویند که نه، افکار عمومی با اعتراض ماست، خواهان تغییراته و ما هم با غارت و تخریب مخالفیم. و همین جهت در اون دعوای جنگ و مخالفت با اینجور رفتارها هر دو طرف دارن تلاش میکنن که اعتراضات صلح‌آمیز باشه، خصوصا از طرف مخالفان، و آقای ترامپ هم داره سعی میکنه که هر چه زودتر ماجرا پایان پیدا کنه. همونطوری که خشایار هم اشاره کرد، امروز گفت که من اطلاعی نداشتم از اینکه بیرون بودن، گویا که دو روز قبلش خودش گفت که در توییتر مفصل گفت که من هر حرکتی که بیرون کاخ سفید اتفاق میافتاد رو زیر نظر داشتم و تشریح کرد با جزئیات در موردی که اونجا چه اتفاقی میفته. حالا میگوید که من اصلا نمیدونستم اینها بیرون کاخ سفید هستن و دارن با گاز اشکاور دور میشن از محل برای اینکه من خارج بشم اون پیاده روی جنجال برانگیز رو انجام بدم. خشایار، بهمن اشاره کرد به ترکیب جمعیتی فراگیری که این اعتراضات درش شاهد هستیم. همزمان میبینیم که به هر حال مخالفت هایی از جانب بعضی از فرمانداران میشه، از جانب وزیر دفاع میشه. نمیشه این حوادث رو دید و به انتخابات پنج ماه آینده فکر نکرد؟ فکر میکنید چنین فشاری هم از پایین هم از داخل کابینه چه تأثیری بر وجهه دونالد ترامپ داره؟ در وضعیت جالب نیست. فکر کنید که الان آمریکا در هفته‌های گذشته درگیر با همه‌گیری ویروس کرونا بوده و این خودش به اندازه کافی فشار وارد می‌کنه. از سوی دیگر بحث دیگری که مطرح شد بیکار شدن 40 میلیون نفر در جریان این همه‌گیری بود. بحث اقتصادی بسیار مهم خواهد بود در انتخابات پیش رو، و اینها رو در کنار هم بگذارید، اون وقت این اتفاق هم میفته به همراه انتقادهایی که داره صورت میگیره از نحوه مدیریت ماجرا. صحبت این نیست که کشته شدن جورج فلوید رو بخوایم ربط بدیم به دولت آقای ترامپ یا آقای ترامپ. اون یک بحث قضایی هست، مربوط به سیستم داخلی ایالت هست. امروز قرار هست اعلام کنه دادستان کل مینسوتا که چه تصمیم میگیرن در مورد سه پلیس دیگری که بیکار شدن اما بازداشت نشده بودن. اما بحث مدیریت اون و لفظی که داره به کار میره بسیار مورد انتقاد قرار گرفته. حالا خیلی ها میگن که انتقادها رو دارن چپ ها و دموکرات ها از آقای ترامپ مطرح میکنن، ولی واقعا اینطور نیست. امروز جورج بوش رئیس جمهور پیشین اسبق آمریکا او انتقاد کرد و به هر حال ریپابلیکن هست، جمهوری خواه هست، فردی هست که به نزدیک به نو محافظه کاران بوده و او حتی انتقاد داشت از نحوه مدیریت این رخدادها. به هر حال فشار زیاد هست، اما در کنار تمام اون نگرانی ها و احیانا تصاویر خشنی هم که میبینه آدم، باید به زیبایی های داستان هم نگاه کنه. این که در این جمع من که نگاه میکنم، همونطور که بهمن داشت اشاره میکرد، تنوع نژادی و طبقاتی و گوناگونی رو شما دارید میبینید، و اینکه اینجا خیلی ها هستن که آب آوردن بین تظاهرکنندگان، و حتی من یکی دو مورد دیدم بسته آب همراهشون بود به ماموران پلیس که اینجا صف کشیدن تعارف می‌کردن. افرادی هستن که از این ماسک‌ها آوردن به تظاهرکنندگان و حتی ماموران پلیس دارن تعارف می‌کنن. بنابراین
یک زیبایی های اجتماعی هم در این گونه موارد، در این گونه اجتماعات میشه دید که اون خوی خوب بودن، اون کمک کردن، اون مهربانی هم حضور داره و میتونه فائق بشه بر خشونت که به وجود میاد. متشکرم. خشایار جنیدی، خبرنگارم از مقابل کاخ سفید، و بهمن کلباسی از نیویورک. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات در آمریکا گفته که آنها مردم را می‌کشند و زبانشان دراز است. آیت الله خامنه‌ای گفته آنچه امروز در شهرهای آمریکا رخ می‌دهد بروز واقعیت‌هایی است که نشان داده نمی‌شد و چیز جدیدی نیست. این همان لجن‌های ته حوض است که بالا آمده. این در حالی است که بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی کشته شدن بیش از 230 نفر از معترضان به روایت خود مقامات ایران را یکی از ده‌ها نمونه نقض گسترده حقوق بشر در ایران می‌دانند. باران عباسی گزارش می‌دهد. ته حوض میاد بالا، خودش رو نشان میده. واکنش رهبر ایران به اعتراض‌ها علیه آنچه تبعیض نژادی در آمریکا خوانده شده. در پی مرگ یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس، پرونده‌ای که در جریان است، مأمور پلیس به قتل غیر عمد متهم شده، اما چیزی از عصبانیت معترضان کم نکرده. مردم رو می‌کشن و با جنایت، با جنایت واضح و آشکار خودشون رو نشان میدن و عذرخواهی هم نمی‌کنن. در این حال زبانشون هم درازه، میگن حقوق بشر. اون مرد سیاهی که اونجا کشته شد ظاهرا بشر نبود. دفاع از حقوق شهروندان آمریکا از سوی بالاترین مقام جمهوری اسلامی، رهبر حکومتی که 40 سال است به سرکوب مخالفانش متهم است. اعتراض های از این دست در ایران در 4 دهه اخیر به شدت سرکوب شده، یا با اشاره مستقیم رهبر ایران، یا در پی دشمن خواندن مخالفان از سوی او که به گفته منتقدان راه را برای اعمال خشونت هموار کرده. جسم ناقصی دارم. از خط و نشان کشیدن برای معترضان به نتایج انتخابات سال 88، اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند. سخنانی که به سرکوب شدید اعتراضات منجر شد، یا اینجا متهم کردن معترضان و منتقدان به آب به آسیاب دشمن ریختن. دستهای دشمن رو ببینید، گرگهای گرسنه کمین کرده رو که امروز دیگه نقاب دیپلماسی رو یواش یواش دارن از چهره هاشون بر میدارن. موازهی که 10 سال بعد تکرار شد. یک توطئه عمیق، وسیع، بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود، آدم کشی و شرارت و اینها، به وسیله مردم نابود شد. استفاده از واژه مردم تنها در اشاره به کسانی که مواضعی همسو با حکومت دارند، در حالی که معترضان اشعار و وابستگان به کشورهای خارجی خوانده می شوند. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان می شوند. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. شیراز شلیک نیروی انتظامی. سخنان آیت الله خامنه ای در اشاره به اعتراضات آبان ماه 98 در پی افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین. مردم با تیر دادن. و قدردانی از نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان. در میدان نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دیگران در مواجهه سخت کار خودشون را، وظیفه خودشون را انجام دادن. حاجی تیر زدن. من گفتم مشقیه. در حوادثی که سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند صدها کشته به جا گذاشت. اعتراضاتی که خبرنگاران مستقل از پوشش آن محروم بودند و در پی قطع اینترنت صدای شهروندان به سختی به دنیا می‌رسید.
دو سال پیش از آن تظاهرات سراسری در دی ماه سال 96. اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی بیشتر از سوی طبقه محروم و باز هم همان موضع همیشگی. یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی ها و صهیونیست ها. پول مال یکی از این دولت های خرپول اطراف خدیجه فارسه. این دوتا زل سوم پادویشه، پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود. و انتقاد از آمریکا به دلیل دفاع از معترضان ایرانی. مسئولین آمریکایی افتادن به مهملگویی، اظهار نگرانی میکنه از رفتار با معترضین که ما نمیدونیم مثلا حکومت ایران با معترضین خجالت نمیکشی. مقام های حکومت ایران مخصوصا آیت الله خامنه ای مدعی دفاع از حقوق معترضان در کشورهای دیگر، در حالی که به گفته منتقدان صدای اعتراض میلیون ها ایرانی را نمی شنوند و آنان را شرور و فریب خورده خطاب می کنند. سیاستی که بیش از 40 سال است که ادامه دارد. باران عباسی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این مورد محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار از مشهد با ماست و مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از همین شهر. خوش آمدید آقایون به برنامه. آقای خلجی، واکنش شما چیه به این اظهارات آیت الله خامنه ای؟ ببینید، انتقاد از آمریکا با آمریکا ستیزی فرق میکنه. آمریکا ستیزی یعنی محکوم دانستن آمریکا برای آنچه هست، نه برای اون کاری که انجام میده. اگر آمریکا رو به خاطر سیاستی که در پیش میگیره انتقاد میکنیم، بنابراین فرق نمیکنه که اون سیاست رو چه کشوری انجام میده. اگر ایران انجام میده بده، اگر آمریکا هم انجام میده بد هست. آقای خامنه ای بارها تاکید کرده که مسئلهش این دولت یا اون دولت، این سیاست آمریکا یا اون سیاست آمریکا نیست، بلکه خود آمریکاست. و آقای خامنه ای انتقادش از این موضع هست. در آقای جوادی حصار، شما چی فکر میکنید؟ منم در این مسئله با آقای خلجی همراه هم. من معتقدم که مسئله اصلی که آقای خامنه‌ای بهش اعتقاد دارن این است که سیاست استعماری و استکباری آمریکا با تغییر دولت‌ها تغییر چندانی نمی‌کنه. ممکنه یک مقدار ظواهرش فرق کنه، ولی باطن، از قول رهبری عرض می‌کنم، باطن سیاست آمریکایی همین است که به قول خودشون، به قول رهبری، پاشون رو سالهاست بر گردن دنیا میفشارن و امروز چهره این زورگویی و قلدری خودشو داره نمایان میکنه. این نگاهیست که دولت جمهوری اسلامی و رهبری به سیاستگذاری آمریکایی در خاورمیانه و در امروز هم در کشور خودشون هست. آقای خلجی، منتقدان آیت الله خامنه ای معتقدند که در شرایطی که خود آیت الله خامنه ای مسئولیتی درباره کشتار معترضان در ایران به عهده نمیگیره، نباید در خودش رو در جایگاهی قرار بده که از عملکرد حقوق بشری آمریکا انتقاد کنه. خب طبیعتاً این تناقض هست. آقای خامنه ای میگه که این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست. اگر بشه از طبیعت آمریکایی حرف زد، این تجربه موفق انقلاب آمریکا و بعد جنبش‌ها و مبارزات مدنی موفق مردم آمریکاست که میتونه طبیعت آمریکا و طبیعت ملت آمریکا رو نشون بده. جنبش مدنی در آمریکا یک اتفاق نادر نیست، یک سنت حسنه و یکی از فضائل و ارزش‌های اجتماعی ملت هست و این اون چیزی است که آمریکا رو با ایران متفاوت میکنه. ما در ایران هنوز اسم مصدق رو که نخست وزیر مملکت بوده و صنعت نفت رو ملی کرده نمیتونیم ببریم، نمیتونیم سر مزارش بریم و به اصطلاح بزرگداشت براش برگزار کنیم. ولی در آمریکا یک کسی مثل روزا پارک، مارتین لوتر کینگ، اینها قهرمانهای ملی این کشور هستن، مجسمه هاشون رو میسازن، هزاران کتاب و مقاله دربارشون مینویسن. مسئله این هست که در آمریکا ما سیاست‌های غلطی داریم که دولت‌ها در پیش می‌گیرن، ولی یک سری نهادهایی داریم که در برابر اونها می‌ایستن، مثل نهاد رسانه‌ها، نهاد دانشگاه، نهاد قوه قضاییه و همینطور جامعه مدنی بسیار قدرتمندی داریم که هیچ کس جلودارش نیست و یک سنت بسیار طولانی و حداقل یک قرن و نیم در آمریکا داره. آقای جوادی حصار، شنیدید صحبت‌های آقای خلجی رو؟ در نبود یک جامعه مدنی مولد در ایران و در نبود چنین نهادهایی شاهد نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستیم. خب
طبیعت جوامع دوچار استبداد همینه. ما سالهای سال در حکومت‌های پادشاهی استبداد و فردیت رو نهادینه کردیم. نهادهای مدنی در جوامع ما به ندرت سربلند کردن و به سرعت نابود شدن و بنابراین نباید انتظار مساوی داشته باشیم بین جامعه ایران و بین جامعه آمریکا که به قول آقای خلجی نهادهای مدنی حداقل تو 200 سال گذشته ورز خوردن، پرورش یافتن و قدرتمند شدن و به راحتی نمی‌شود این درخت‌های ستبر آزادی بخش رو از زمین نهادهای مدنی در آورد و به دور انداخت. اما در جامعه مثل جامعه ما که هر روز دستخوش تغییرات مختلف و مداخلات سرکوبگرانه بین‌المللی و داخلی بوده، ما نهادهای مدنی قدرتمندی برای حراست و حفاظت از مردم متاسفانه نداریم و نهایت خوشحالیمون این است که فلان دولت بهتر از فلان دولت عمل کرده و کمتر به مردم جفا کرده و کمتر به مردم ستم کرده. یعنی ما خوشحالیم که یک دولتی کمتر به مردم جفا کرده باشه و ستم کرده باشه. به الا تا در ایران متاسفانه باید عرض بکنم که اصلا این موضوع قابل قیاسی نیست که ما بخوایم بگیم که مثلا نهادهای مدنی و کنترلگر اونجوری که الان در خیابان مثلا در برابر معترضین رسانه‌های داخلی و بین‌المللی حضور دارن و لحظه به لحظه مخابره خبر میکنن، ولو که رئیس جمهورشان هم بگه که من اینا مخالفین منم، ولی ما اینجور رسانه ها رو در مثلا تظاهرات مختلفی یا درگیری های مختلفی در داخل کشور اتفاق میفته کمتر مشاهده میکنیم. اینا نشان از اختلاف سطحی است که بین نهادهای کنترل کننده مدنی در ایران و جوامع اروپایی از جمله جامعه آمریکا وجود دارد. آقای خلجی، بعضی از فعالان سیاسی ابراز امیدواری کردند که بعد از اظهارات امروز آیت الله خامنه ای اگر اعتراضی در ایران شکل بگیره به گونه گذشته سرکوب نشه. فکر میکنید که ممکنه آیت الله خامنه ای تغییر بده در روشش؟ من خیلی بعید میدونم. ببینید، اجازه بدید این نکته رو من تاکید بکنم که مسئله آقای خامنه ای حتی آمریکا هم نیست، مسئله آقای خامنه ای تجدد هست. در همین سخنرانیش میگه که قبل از حکومت پهلوی و بعد در دوران پهلوی یه چیزی به نام تجدد وارد ایران شد و بعد هویت ملت ایران رو تغییر داد. مسئله آقای خامنه ای در حقیقت فرهنگ مدرن، آموزه‌های دموکراتیک و لیبرال و کولار هست، جامعه آزاد هست، اینها مسئله آقای خامنه ای هست. از همین موضع هست که هم آمریکا رو محکوم میکنه و هم به رویه خودش در سرکوب مخالفان و تضعیف جامعه مدنی و همینطور محدود کردن مطبوعات ادامه خواهد. آقای جوادی اظهار، بعضی از جامعه شناسان معتقدند که در ایران هم فضا برای ایجاد جنبش‌های اعتراضی دوباره در حال شکل گیریه. فکر می‌کنید که ممکنه رفتار حاکمیت در چنین در مقابله با چنین اعتراض‌هایی تغییر بکنه؟ به گمان من تئوری ثابت در جمهوری اسلامی بقای نظامه. حفظ نظام در جمهوری اسلامی اوجب واجبات و از هر مسئله‌ای مهمتره. بنابراین اگر لازم باشه نرمش کنن حتما این کار رو خواهند کرد، اگر تغییر روش لازم باشه بدن حتما این کار رو خواهند کرد، و اگر نیاز باشه مقابله بکنن و تصور این باشد که این از طرف اجانب هدایت میشه این اعتراض یا مداخله آمریکایی‌ها و یا مخالفین جمهوری اسلامی در این مسائل نقش برجسته‌ای خواهد داشت، بدون تردید با اون مقابله خواهد شد. من تصور خودم این است که در جمهوری اسلامی رفتارها به اقتضای شرایط شکل خواهند گرفت و خیلی نباید تغییر روش آنچنانی رو محتمل دانست. البته عرض کردم بنا به اقتضاعات عمل خواهد شد، ولی اون چی که خیلی مهمه و تقریبا خیلی ها دارن به هشدار میدن این است که جنبش گرسنگان و پابرهنگان اگر در جامعه رخ بده، در حقیقت تعارض منافع بین حامیان جمهوری اسلامی که همین طبقات میانه و فرودست جامعه هستند، مطالبات اونها در خواهد گرفت و اون وقت کار رو بر جمهوری اسلامی سخت خواهد.
متشکر از هر دوی شما، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن. نارامی‌های آمریکا در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوستی که در بازداشت پلیس کشته شد، اولین شورش نژادی در این کشور نیست. گزارشش نگاهی کرده به 10 اعتراض بزرگ دیگر به تبعیض نژادی در آمریکا طی نیم قرن گذشته. 1965 لس آنجلس. جرقه اعتراض و آشوب زمانی زده شد که پلیس لس آنجلس مارکت فرای و برادر ناتنیش را که هر دو سیاه‌پوست بودند برای سوال و جواب جلب کرد. هزاران سیاه‌پوست دیگر مقر پلیس را محاصره کردند و یک هفته آشوب در میانه ماه اوت 34 کشته و 10 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت. 1967 نیویورک. دو مأمور سفیدپوست پلیس یک راننده تاکسی سیاه‌پوست را به خاطر یک تخلف جزئی رانندگی بازداشت کردند و کتک زدند. این اتفاق جرقه شورش‌های 12 تا 17 ژوئیه در نیوجرسی شد. 26 نفر کشته و 1500 نفر زخمی شدند. 1967 دیترویت. تنش‌های نژادی و اعتراض به تبعیض در دیترویت در ایالت میشیگان بین 23 تا 27 ژوئیه جان 43 نفر را گرفت و بیش از 2000 زخمی بر جای گذاشت. دامنه اعتراض‌ها به ایلینویز، کارولینای شمالی، تنسی و مریلند هم کشید. 1968 سوء قصد به جان مارتین لوتر کینگ. بعد از قتل مارتین لوتر کینگ در ممفیس تنسی بین 4 تا 11 ماه آوریل دست کم 125 شهر آمریکا صحنه اعتراض و آشوب بود. دست کم 46 نفر در جریان نارامی ها کشته شدند و 2600 نفر زخمی شدند. لیندون جانسون رئیس جمهوری وقت آمریکا لشکر 82 هوابرد ارتش را برای خواباندن شورش ها اعزام کرد. 1980 میامی. تبرئه 4 مأمور پلیس سفیدپوست از اتهام کتک زدن یک راننده سیاه‌پوست و قتل او آتش اعتراض‌ها را شعله ور کرد. قربانی در دسامبر سال پیش از آن با عبور از چراغ قرمز از مقررات رانندگی تخطی کرده بود. 18 نفر در جریان شورش‌ها جان باختند و 300 نفر زخمی شدند. 1992 لس آنجلس. بین 30 آوریل تا اول ماه مه اعتراض‌ها به تبعیض نژادی در لس آنجلس به آشوبی انجامید که دست کم 59 کشته و بیش از 2300 زخمی به جا گذاشت. جرقه شورش را تبرئه 4 مأمور سفیدپوست پلیس زد که رادلی کینگ یک راننده سیاه‌پوست را در برابر دوربین کتک زده بودند. دامنه اعتراض‌ها به آتلانتا، کالیفرنیا، لاس وگاس، نیویورک، سان فرانسیسکو و سان خوزه هم کشید. 2001 سینسیناتی. در 9 آوریل بعد از کشته شدن یک مرد 19 ساله سیاه‌پوست، اعتراض‌ها در سینسیناتی اوهایو آغاز شد. تیموتی توماس به دست یک مأمور سفیدپوست پلیس کشته شده بود. شهردار سینسیناتی از 16 آوریل 4 روز مقررات منع رفت و آمد در شهر برقرار کرد تا شورش را بخواباند. شورشی که 70 زخمی بر جای گذاشت. 2014 فرگوسن. 10 روز اعتراض خیابانی و آشوب بین 9 تا 19 اوت پلیس را با تجهیزات سنگین به سطح این شهر ایالت میزوری آورد. اعتراض‌ها بعد از کشته شدن مایکل بران، نوجوان سیاه‌پوست غیر مسلح به دست یک مأمور سفیدپوست جرقه زده شد. در اواخر نوامبر وقتی از مأمور پلیس رفع اتهام شد، یک بار دیگر اعتراض‌ها در فرگوسن شعله ور شد. 2015 بالتیمور. در 19 آوریل فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست، یک هفته پس از صدمه شدید به ستون فقراتش جان سپرد. او بعد از بازداشت به دست پلیس بالتیمور در ون پلیس کتک خورده بود. اعتراض‌ها در شهری جرقه خورد که بیش از 2/3 ساکنانش سیاه‌پوست هستند و سرانجام با اعلام وضعیت اضطراری و حضور ارتش قائل خاتمه یافت. 2016 شارلوت. در ماه سپتامبر کشته شدن کیت اسکات 43 ساله به ضرب گلوله پلیس در خودرویش، شارلوت در ایالت کارولینای شمالی را به آشوب کشاند و شورش تا آمدن ارتش به خیابان و وضع مقررات منع رفت و آمد پایان نیافت.
ابراهیم سلطانی، استاد علوم و فلسفه سیاسی در دانشگاه ایسترن میشیگان از شهر آن آربر در غرب دیترویت آمریکا با ماست. آقای سلطانی، خوش آمدید به برنامه. شنیدیم در گزارش که سابقه در واقع برخوردهای نژاد پرستانه با سیاه‌پوستان در آمریکا به چند دهه برمیگرده. میشه گفتش که این نژاد پرستی ساختاری یا سازمان یافته؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی. قطعا این نژادپرستی که ما باهاش مواجه هستیم و در این شورش های متعددی که شما بهش اشاره کردین قابل مشاهده است، یک نژادپرستی سازمان یافته و ساختاری هست. این شورش ها رو ما وقتی میتونیم بهتر بفهمیم که اونا رو در بستر تاریخی آمریکا قرار بدیم، تاریخی که با بردهداری آغاز شده و با همین نژادپرستی ساختاری و سازمان یافته ادامه پیدا کرده. مطالعاتی که صورت گرفته روی شاخص‌های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی همشون مؤید همین سازمان یافتگی این نژادپرستی هستند. اجازه بدید من چند تا از اون شاخص‌ها رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا فرض کنید وقتی که دسترسی به ثروت رو مورد توجه قرار میدیم، 90% ثروت آمریکا در اختیار سفیدپوستانه، در حالی که فقط 2.5% ثروت آمریکا در اختیار سیاه‌پوستانه. شما وقتی که به سطوح بالای مشاغل مراجعه میکنید و کسانی رو که به اصطلاح میلیونر هستن مورد مطالعه قرار میدید، 76% میلیونرها سفید پوستن. از لحاظ نرخ بیکاری و اشتغال، تعداد درصد بیکاران سیاه پوست 2 برابر درصد بیکاران سفید پوسته. مسئله مواجهه دستگاه قضایی با نژادهای مختلف رو وقتی مطالعه میکنید، با اینکه تنها 15% جمعیت آمریکا سیاه پوسته، ولی 40% زندانیان آمریکا سیاه پوست هستند. به مسئله مالکیت خانه که نگاه میکنید، فقط 30% میزان مالکیت سیاه پوستان 30% از کمتر از سفید پوستان هست. همین مسئله مواجهه نظام درمانی بهداشتی، همین بیماری جهانگیری که ما اخیراً باهاش درگیر بودیم، کرونا ویروس، و همچنان هم درگیر هستیم، میزان مرگ و میر سیاه پوستان در این ماجرای اخیر تقریباً 2.5 برابر سفید پوستان بوده. بنابراین شما به شاخصهای مختلف که رو مراجعه میکنید، میبینید که شکاف گسترده و معناداری بین نژاد سفید و سیاه وجود داره. آیا تغییری کرده در سالهای اخیر؟ برای اینکه بسیاری از سیاه‌پوستان امیدوار بودند با ریاست جمهوری باراک اوباما، اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست، تغییر بکنه این نژادپرستی سازمان یافته، و بعد با روی کار آمدن دونالد ترامپ، فکر می‌کنید که این روند هیچ تفاوتی کرده در این سالها؟ تغییر که حتما صورت گرفته و دستاوردهای چشمی رو مهم در مسیر ایجاد برابری نژادی وجود داره. اما شما وقتی که به یافته هایی که بعضی از معتبر نظرسنجی در مورد باورهای عمومی مراجعه میکنید، میبینید که عموم آمریکایی‌ها، درصد خیلی بالایی از آمریکایی‌ها معتقد هستند که این تغییرات همچنان ناکافی و نژادپرستی همچنان شدیده. من مطالعاتی رو که اخیراً پیو ریسرچ سنتر، که یک مرکز معتبر نظرسنجی هست، درباره همین مسئله نژادپرستی در آمریکا انجام داده نگاه می‌کردم، حدود 60% آمریکایی‌ها معتقد هستند که وضعیت نژادها در آمریکا وضعیت وخیمیه. حدود 60% آمریکایی‌ها معتقد هستند که وضعیت در دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور کنونی به مراتب بدتر شده. به درک سیاه‌پوستان از موقعیت خودشون که مراجعه می‌کنید، حدود 80% سیاه‌پوستان معتقدند که میراث بردهداری در قالب نژادپرستی همچنان زنده است. 84% سیاه‌پوستان معتقدند که تبعیض نژادی مانع اصلی پیشرفت اونهاست. بنابراین در جواب پرسش شما باید عرض بکنم که بله، تغییراتی صورت گرفته، ولی این تغییرات افت و خیز داشته و همچنان وضعیت نژادی در آمریکا وضعیت بسیار وخیمی است. آقای سلطانی، زمینه‌های علمی و روانشناختی شورش چیه؟ اتفاقا خیلی سوال مهمیه، چون یکی کسی ممکنه از ما بپرسه که باورهای عمومی چه اهمیتی دارن، پابلیک اپینین ما برای چی مورد مطالعه قرار میدیم. شما وقتی که به ادبیات و منابعی که روی شورش‌های اجتماعی وجود داره مراجعه بکنید، یکی از منحنی‌هایی که خواهید دید در این مطالعات اسمش هست جی کرو، یا منحنی جی به شکل جی حرف انگلیسی. در این منحنی
توضیح میدن که باورهای عمومی اتفاقا یکی از زمینه‌های مهم شورش هستند. البته تحولات ساخت داری تحولات اصلی هستن، ولی باورهای عمومی هم یه نقش خیلی مهم ایفا میکنن. مثلا وقتی که همین جیکر برای ما توضیح میده که وقتی که یک شکاف خیلی شدید بین تصور مردم از موقعیت خودشون و انتظاراتی که از جامعه و دولت دارن بروز میکنه، این شکاف زمینه رو فراهم میکنه برای شورش. مردم در چنین شرایطی دست به شورش میزنن. اگر دو تا انگیزه، دو تا حال روانشناسی مهم درشون وجود داشته باشه، یکی ناخشنودی شدید از موقعیت موجود، یکی امید اندک به تغییر، و ترکیب این دوتا میتونه زمینه روانشناختی برای شورش رو فراهم بکنه. آقای سازنی، ناخشنودی شدید و ناامیدی درباره تغییر، بسیاری معتقدند که این در سری اعتراضات در آمریکا تنوع اجتماعی درش دیده میشه، تنوع طبقات اجتماعی، سفید پوست های بسیاری در شرکت کردن. فکر می‌کنید که آیا الان این نارضایتی و ناخشنودی انقدر فراگیر شده که منجر به تغییر ساختاری بشه در آمریکا؟ اون سوال خیلی مهمیه و واقعا پیشبینی مهمی درباره آینده است که باید بیشتر منتظر باشیم و ببینیم. ولی نکته‌ای رو که میخوام در تایید فرمایش شما عرض بکنم اینه که چند دهه است در ادبیاتی که مربوط به سیاست معاصر درباره آمریکاست، متخصصان علوم سیاسی به جنگ فرهنگی در آمریکا اشاره میکنند. جنگ فرهنگی معنیش این هست که یک دو قطبی خیلی شدیدی در جامعه آمریکا وجود داره که بر سر تقریبا تمام مسائل مهم بین این دو قطب اختلاف نظر وجود داره، از سخت جنین گرفته تا موقعیت نژادها، تا مسئله مهاجرت، تا مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و غیره. توی هر دوی این دو قطب شما نژادهای مختلف رو می‌بینید. بنابراین حرف شما درسته و توی اون نظرسنجی‌ها هم که بهش اشاره کردم، یه تعداد زیادی از سفیدپوستان لیبرال و دموکرات هستند که در واقع حامی حقوق اقلیت‌ها و حامی حقوق نژادهای اقلیت در آمریکا هستند. بنابراین دو قطبی بسیار شدیدی وجود داره، زمینه‌های روانشناسی برای شورش‌های مکرر وجود داره، زمینه‌های ساختاری وجود داره. جامعه آمریکا و نظام سیاسی آمریکا نمیتونه به اینها بی‌تفاوت باشه و ما امید داریم که به زودی نشانه‌های تغییرات بزرگ و مهم رو ببینیم در آمریکا. متشکرم. ابراهیم سلطانی، استاد علوم و فلسفه سیاسی. به این موضوع برخواهیم گشت در ادامه برنامه، اما فعلا دو خبر اقتصادی. مسئولان ایران در مجلس این کشور تصویری تاریک از وضع اقتصادی کشور ارائه کردند. تحریم‌های آمریکا که به گفته آنها تأثیراتش همچنان عمیق‌تر می‌شود، درآمدهای ایران را از محل صادرات نفت به پایین‌ترین سطح طی 25 سال گذشته رسانده، درآمدهایی که امسال هم در حال سقوط است. کسری ناجی در گزارشش می‌گوید ایران حالا برای تامین هزینه‌های جاری‌اش با مشکل بزرگی روبروست. کشتی نفتکش ایران در بندری در ونزوئلا هفته گذشته. ایران با این کشتی و 4 کشتی دیگر سوخت به ونزوئلا صادر کرده است، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا. مجموعاً به ارزش حدود 45 میلیون دلار. اما معلوم نیست این متحد ایران در آمریکای لاتین توان پرداخت بهای این محموله‌های سوخت را داشته باشد. منابع بازار نفت میگویند صادرات نفت ایران به علت تحریم‌های آمریکا در چند ماه گذشته به کمتر از 200,000 بشکه در روز رسیده، سقوطی چشمگیر در مقایسه با صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز 2 سال پیش. از این مقدار صادرات امروز نیمی از آن راهی سوریه است، همپیمان منطقه ایران، که آن هم معلوم نیست که توان پرداخت بدهی‌هایش را داشته باشد. نمایندگان محترم التفات داشته باشند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیروز در مجلس گفت درآمد ایران از محل صادرات نفت پارسال به پایین ترین سطح طی 25 سال گذشته رسید و اشاره کرد که امسال هم این درآمد به مراتب کمتر خواهد شد. او گفت آمریکا با تحریم‌هایش زانو بر گلوی کشور گذاشته است و اجازه نفس نمی‌دهد. در سال 98 عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، هم گفت آمریکا با فشار حداکثری همه به قول او منافذ بانکی کشور را بسته است و تمام فعالیت‌های صادراتی کشور را مختل کرده است. چون بعضی از دوستان فکر می‌کنن فشار حداکثری در یه جایی تموم میشه، ما میگیم این فشار حداکثری تازه اونجایی که رسیده داره ادامه پیدا میکنه. او گفت حتی کشورهای دوست هم دارایی‌های ایران را مسدود کردند.
الان خیلی از کشورها که با ما ادعای دوستی دارن، از کره گرفته تا کشورهای مختلف، حتی در کنارمون عراق که ما بالاخره روابط خیلی خوبی دوستانه داریم، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌های مرکزیشون، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌هاشون، اجازه نمیده از منابع ارزیمون استفاده کنیم. باعث قوی شدن فرد ایرانی‌های عزیز ما. مجلس حالا باید تصمیم بگیرد با نبود درآمدهای صادراتی چگونه میتواند با کم کردن هزینه‌ها و بالا بردن مالیات درآمدها و هزینه‌ها را سر به سر کند. این رئیس جدید مجلس محمد باقر قالیباف. باید باورمون بشه که ما کشور رو در درآمد و هزینه بدون نفت باید ادارش کنیم. این خواسته همه ملت و مسئولین بوده قبل از تحریم نفت. در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای کشورهای همجوار هم به گفته مقام‌های ایران مزیدی بر علت شد. درآمد ایران از تجارت‌های مرزی به کمترین مقدار رسید. مشکلی دیگر برای تأمین بودجه کشور در سال جاری. کسرو ناجی، بی بی سی. در پی کاهش شمار روزانه مبتلایان به کرونا، بعضی از کشورها به آرامی به حالت عادی برمیگردند. بنگاه‌های تجاری فعالیت محدود خود را آغاز کردند و تجارت بین‌المللی از سر گرفته شده. اما بانک جهانی می‌گوید که برای بازگشت به روزهای پیش از کرونا راهی طولانی در پیش است، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و وابسته به نفت مانند ایران. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. جهان هنوز در میدان مبارزه با ویروس کرونا است که باید خود را برای رکود اقتصادی آماده کند. مشت گره کرده بخشی از مردم امریکا در اعتراض به بی‌اعتنایی سیاستمداران این کشور به خواسته هایشان، حالا بزرگترین اقتصاد جهان را با چالش جدیدی مواجه کرده. اینجا در اروپا دولت‌ها در تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی هستند. وزیر اقتصاد فرانسه در این کافه پاریسی قهوه‌ای برای آغاز روزی نو می نوشد، اما می گوید امیدی به بهتر شدن اوضاع نیست. اقتصاد فرانسه امسال 11% کوچک خواهد شد، رقمی که در تاریخ معاصر فرانسه بی سابقه است. در روسیه نخست وزیر اخبار منفی هزینه کووید 19 را به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. نزدیک به 500 اقدام برای اقتصاد باید انجام دهیم که 5 تریلیون روبل برای ما هزینه خواهد داشت. رویدادهای ماه‌های اخیر به شدت به زندگی اقتصادی اجتماعی ما صدمه زده است. هیچ اقتصادی در امان نیست، اما بانک جهانی میگوید شرایط برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران دشوارتر از اقتصادهای توسعه یافته است. برای کشورهای در حال توسعه شرایط دو چندان سخت است، چون این کشورها منابع لازم را برای حفاظت از اقتصاد ندارند. این نهاد پیش بینی میکند که تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور 8% و کشورهای در حال توسعه تولید کننده انرژی 11% افت کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره بازسازی اقتصاد بعد از کووید 19 مینویسد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه صادرکننده انرژی در مقایسه با بحران مالی سال 2008 آسیب پذیرتر هستند. افزایش بدهی و کسری بودجه اقتصاد آنها را در برابر تلاطم بازارهای مالی تضعیف کرده. یک مشکل این است که درآمد کشورهای در حال توسعه، چه از مالیات و چه از تجارت، به شدت افت کرده. یعنی میزان بدهیشان قبل از بحران کرونا هر قدر بوده باشد، از این به بعد سنگین تر هم خواهد شد. قیمت نفت دو ماه پیش سقوطی تاریخی ثبت کرد، اما حالا قیمتش برای نخستین بار طی 3 ماه گذشته به 40 دلار در بشکه صعود کرده. البته تیزی بحران کرونا زخمی بر صنعت نفت زده که به این زودی ها خوب نمی شود. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید مصرف جهانی نفت در سال جاری به خاطر شیوع کرونا نسبت به پارسال 9 میلیون بشکه در روز کم خواهد شد. به همین دلیل بانک جهانی تنها راه رهایی از بحران طولانی مدت اقتصادی برای تولید کنندگان انرژی را عدم اتکا به نفت در کسب درآمد می‌داند. شیدا هوشمندی، BBC.
موضوع نژادپرستی دستمایه بسیاری از تولیدات ادبی و سینمایی آمریکا در دهه‌های اخیر بوده. یکی از آنها فیلمی است به نام کراش که به موضوع تنش‌های نژادی و اجتماعی می‌پردازد و 15 سال پیش بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. کراش جایزه بهترین فیلم 78مین مراسم اسکار را برد و هنوز هم در بسیاری از مقالات و مباحث مربوط به نژادپرستی بهش اشاره میشه. شان توپ، هنرپیشه ایرانی آمریکایی و بازیگر فیلم کراش، از لس آنجلس آمریکا به ما پیوسته. آقای توب، خوش آمدید به برنامه. شما در فیلم کراش در واقع به نوعی نقش فردی رو بازی میکنید که مورد حمله های نژادپرستانه و رفتارهای نژادپرستانه قرار میگیره. 15 سال گذشته از ساخت اون فیلم، وقایع امروز آمریکا رو که میبینید چه احساسی بهتون دست میده؟ والا اولا سلام بر شما، مرسی از وقتتون. این فیلم کراش واقعا یک افتخاری بود برای من که بتونم تو این فیلم باشم و این فیلم با اینکه 15 سال گذشته هنوز سرزبان و مردم هست و هنوزم نگاه میکنن این فیلمو، تو تمام مدرسه ها هنوز درس میدن این فیلمو، به اصطلاح بعد همه بچه ها نگاه کنن و این موضوع فیلم واقعا هنوز به امروز واقعا نشون میده که ما خیلی بیشتر باید درس داشته باشیم با و از زندگی درس داشته باشیم. ببخشید من فارسیم زیاد خوب نیست ولی سعی میکنم که زیاد توفق کنم. فارسیتون عالیه، میدونم در دو سالگی ایران رو ترک کردین و واقعا فوق العاده است فارسی که دارین صحبت میکنین. اجازه بدین یک بخشی از فیلم کراش رو ببینیم برگردیم. باشه. You get one free box of ammunition. What kind do you want? چی گفت؟ امونیشن چیه؟ پرسید چه جور گلوله میخواین؟ چه میدونم، هر چی که اندازش میشه. چند جور دارن؟ چی رو میخواین؟ چه میدونم، من که تا حالا تفنگ نخریدم که دختر. پس با این بهترین دلیله که تفنگ نخرین. دوباره شروع کردی یا این چند حرف زدنه؟ یو ساما، پلان دی جیهاد آن یور اون تایم. وات دو یو وانت؟ رجب جهاد چی گفتین؟ مزخرف حرف میزنه، بهش گوش نکنین. Are you making insult at me? Am I making insult at you? Is that the closest you can come to English? Yes, I speak English. Okay. I am an American citizen. Oh God, here we go. I have right, like you, I have right to buy gun. Not in my store, you know. Andy, get him out of here now. Dad, go wait in the car. Now, get out. Hey, Matt, keep your shoe behind. You're ignorant, man. Oh yeah, I'm ignorant. آیا تو مشاهداتتون چه بوده در روزهای گذشته؟ اساساً فکر می‌کنید که آیا مسئله تنش‌های نژادی در آمریکا در سال‌های گذشته بهتر شده؟ 100%. من فکر میکنم که انسان همیشه سعی میکنه که رشد داشته باشه و واقعا متاسفم و چیزهایی که میبینم و خبرهایی که هست که در لس آنجلس، جایی که من زندگی میکنم، و به امید خدا من انشالله که بتونن که واقعا این موضوع رو حل بکنن. انسان همش در حال تکامل و انشالله که ما میتونیم که این موضوع رو بهتر و بهتر بکنیم. و البته بدونید یه مقدار راجع به پالیتیکس هم هست، راجع به چیزهای دیگه هم هست و متاسفانه این برای همه واقعا ناراحت کننده بوده. آقای توب، حالا فارغ از بحث‌های مربوط به حوادث روز، میدونم که کار جدیدی درش نقش داشتید به اسم تهران. راجع به این کار جدیدتون به ما بگید. بله، خواهش می‌کنم. این والا این تهران یه فیلمنامه‌ای بود که به من داده شد و واقعا کارشون عالی بود، واسه همین من قبول کردم که این تو این سریال باشم. این سریال واقعا خیلی سرصدا کرده و الان در حدود یک ماه دیگه به اکران میاد و انشالله که همه خوششون میاد. و الان در حال حاضرم الان سنو پیرسر یه سریال دیگه هستم که الان رو TNT تو امریکا هست و نتفلیکس هم دور دنیا نشون داده میشه. یک کم بیشتر راجع به تهران میگیم. میدونم که با نوید نگهبان هم بازی بودید در این کار و از قرار راجع به رابطه ایران و اسرائیل، درسته؟
بله بله بله. این یک به اصطلاح فیلمنامه راجبه جاسوسی، راجبه عشق، راجبه انسانیت. واقعا این یک مقدار مثل سریال هوملنده که من بازی میکردم و البته این فرق میکنه، این به اصطلاح رابطه اسرائیل و ایران و یک به اصطلاح یکی از همکارا و جاسوسای اسرائیل میاد ایران و عاشق اونجا میشه و نمیخوام زیاد بهتون بگم چون که خیلی چیز جالبیه و فکر کنم که واقعا همه خوششون میاد. پشتتون یه پوستری هم هست، میدونم که در فیلم باد بادک باز هم بازی کردید. بیننده های افغان ما هم که نویسنده کتاب خالد حسینی از نویسندگان مشهور افغان هست، اونها هم شما رو میشناسن. راجع به بازی در باد بادک باز هم بگین. والا این باد بادک باز یعنی یکی از افتخارهای من بود واقعا، چون که ما این رو در چین در کشگار به اصطلاح فیلم برداری کردیم در حدود 4 ساعت از افغانستان و این واقعا خیلی مشکل بود چون که رو به اصطلاح رو وقتی اونجا بودیم ما در حدود 5 تا زبان مختلف صحبت می‌کردیم. این واقعا این کتاب خارق‌العاده بود و همونی که می‌دونید تمام دنیا سرصدای کرد و این مارک فورستر دایرکتور ما واقعا تونستش که، چون که میدونید وقتی یه فیلم یه کتاب یه فیلم 6 ساعته هست و مجبور میکنید که تو 2 ساعت این داستانو بگید سخته و واقعا مارک فورستر تونستش که اینو در یه فیلم 2 ساعته بده و داستانو بگه و واقعا این هم یکی از افتخارهای من بود. متشکرم. شانتو هنرپیشه ایرانی آمریکایی با ما. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهیتون.